من خودم رو جای دکتر کاووس سید امامی که متخصص جامعه شناسن اما تمرکز محوریشون اخیراً روی محیط زیست بوده. خب ببینید ما با چه ناهنجاری هایی مواجهیم، با آلودگی، با ریزگردها، با انتشار رادیواکتیو در یک جاهایی. خب اینا سوژه هایی میتونه باشه برای تحقیق، ولی نه که همه اینها هم ریزگردها هم انتشار مواد رادیواکتیو در یک جاهایی و هم آلودگی هوا و هم ارسال پارازیت حتما یک سرش سپاهه. دستیابی به یک نتیجه نهایی از همین چیزایی که موجوده، مثلا الان من و شما بریم میزان آلودگی رو در اطراف دکلهای پارازیت اندازه گیری بکنیم و ببینیم که این دکلهای ارسال پارازیت چقدر در بیماری ها و چقدر در آلودگی محیط زیست و چقدر در نباریدن باران و بارور نشدن ابرها نقش دارن. بعد بریم مثلا تحقیق کنیم، اصلا هم نیازی نیست به مواضع حساس نظامی وارد بشیم، بریم به کانون ریزگردها دقیق بشیم و ببینیم چرا مثلا تالاب شادگان، هور دورق و بسیاری از تالاب‌ها خشکیدن، دریاچه ارومیه خشکیدن و مثلا سد گتفند چه فاجعه‌ای در منطقه ایجاد کرده، یک سرش سپاهه. بعد بریم ببینیم معادن اورانیوم که سپاه زخمی کرده و بدون رعایت موازین علمی اونها رو بخشیش رو استخراج کرده، بخشی رو رها کرده و بعد با بارش باران و گرد و خاک چه آلودگی هایی رو به اطراف منتشر میکنه، بازم ردی از سپاه میبینیم. پس حتما میتونه هم بازداشت و هم کشته شدن دکتر کاووس سید امامی پای سپاه رو وسط بکشه. هفته گذشته من دیدم، در سفر بودم، دیدم که آقای جعفری دولت آبادی دادستان تهران آمد مفصل یه نوشته ای رو که معلوم بود انشای او رو سپاه نوشته و کاملا دقیقا روی اون نوشته به سمت جاسوس بودن آقای کاووس سید امامی بود، روخانی کرد و یه حرفایی زد و رفت. من در این که سیستم قضایی در این کشور به خاک نشسته و ذلیل سپاه و اطلاعات حرفی ندارم، اما اجازه بدید آنچه که خودم شاهد بودم رو برای شما نقل بکنم از همین آقای جعفری دولت آبادی دادستان تهران. من ایشون رو ندیده بودم، اصلا نمی شناختم. من در زندان بودم در اوین، یه روزی منو از سلول خودم آوردن گفتن دادستان میخواد شما رو ببینه. رفتیم پیش دادستان، بعد اونجا بود من دیدم که ایشون یک دستش قطع شده از مچ و من به اشتباه او رو جانباز جنگ دانستم و ارجاعش دادم به اون ذات حضور بسیجیان و رزمندگان در جنگ و ارجاعش دادم به قضاوت هایی که این روزها صورت میگیره و باور کردم، یعنی با آنچه که گفتم و آنچه که از ایشون شنیدم باور کردم که اینها کوچکترین نقشی در قضاوت ندارن و هرچی رو که به ویژه در حوزه سیاسی اطلاعاتی ها و سپاهی ها میگن اینا همون رو بازنشر میدن. به ایشون گفتم که آقای جعفری دولت آبادی، من در زندان با یک زندانی همبند بودم که نفوذ کرده بود، خودش میگفت نفوذ کرده در دم و دستگاه همین صدیقی امام جمعه موقت
که آیه خامنه ایشون رو امام جمعه تعیین کرده بود، میگفتش که صدیقی منو صدا زد، گفتش که مثلا آقای امامی کاشانی که میره نماز جمعه اقامه کنه، مردم شعار میدن کاشانی کاشانی، مثلا تو نور چشم مایی، یا امامی امامی. آقای جنتی میره میگن جنتی جنتی، خدا نگهدارت. بعد من این هفته باید برم نماز جمعه، مردم بلد نیستن چه شعاری بدن. این زندانی هفت خط میگه که من بهش گفتم آقا اصلا نگران نباشید. بعد رفتم دو تا اتوبوس کرایه کردم، یه سری از این لومپنای جنوب شهر رو ریختم اونجا، گفتم آقا من بهتون 20-30 تومن میدم، بیایید یه 2-3 ساعت نماز جمعه و یه سری شعار بدید، بعد پولتون رو بگیرید برید. من اینا رو داشتم برای جعفری دولت آبادی تعریف میکردم، یعنی منو از زندان برده بودن، از سلول پیش ایشون در اوین، و اینا رو داشتم برای ایشون تعریف میکردم که این میگفت ما این لومپنا رو بردیم تو اون صفای اول نماز جمعه نشوندیم پشت اون میله ها، و بعد تا مجری گفتش که امام جمعه این هفته مثلا حضرت حجت الاسلام صدیقی، آقا این لومپنا بلند شدن صدیقی صدیقی، تو نور چشم مایی صدیقی صدیقی، خدا و نگهدار تو. بعدم قیافشون هم به نماز جمعه و فلان نمیخورد با اون ریخت و قیافهی که داشتن، و نهایتا هر چی صدیقی میگفت بفرمایید اینا ول نمی کردن، نهایتا رفته بودن و پولشونو گرفته بودن. من اینو برای جعفری دولت آبادی وقتی تعریف کردم به من گفت های نوریزاد من میرم عین اینو به صدیقی میگم. گفتم بگید، من مشکلی ندارم. بعد خود همین آقای جعفری دولت آبادی سری به تأسف تکون داد، به من گفت درسته آقای نوریزاد، این آقایون یه 200 میلیونم برای حوزه علمیه همین آقای صدیقی خرج کردن. اینا دم صدیقی رو میدیدن، چون توی مثلا دادسرای انتظامی قضات ایشون مسئولش بوده صدیقی، قاضی ها رو می خریدن یا به قاضی ها فشار می آوردن. من توی زندان در اعتراض به اینکه به اسم هواخوری منو برده بودن بیرون و بعد وسایلم رو دزدیده بودن اعتراض کردم و آمدم از سلول بیرون و دیگه تو نرفتم، یعنی وقتی برای من دارو آوردن من رفتم بیرون دیگه نیومدم بیرون. ریختن سر من 5 نفر، منو بلند کردن زدن وسط سلول و خودشون یه گزارش نوشتن که نوریزاد به ما لگد زده و فلان زده. اینو داشت دادستان آقای جعفری دولت آبادی یک جانبه برای من میخوند، میگفت تو این کارا رو کردی. بهش گفتم قاضی، به اون قاضی میگن که حرف دو طرف رو بشنوه، نه اینکه یک جانبه هرچی که براش نوشتن همون رو ملاک قضاوت قرار بده. من با اطمینان میگم که آنچه که آقای دادستان آمد مطرح کرد به اسم اینکه دکتر کاووس سید امامی جاسوسه، دقیقا نوشته ای بوده که سپاه جلوش گذاشته، ایشون روخانی کرده. اینا عرضه و لیاقت واکاوی یک پرونده رو ندارن و به ویژه در اینجور حوزه ها هر چی که سپاه بگه، هر چی اطلاعات بگه همون رو واگویه میکنن. نکته سوم در مورد مسئله رفراندومه. رفراندوم وقتی ما مطرح کردیم 15 تن، 8 نفر از داخل ایران و 7 نفر از خارج کشور، بازخوردهای متفاوتی داشت. مثلا آقای خاتمی حرف از رفراندوم زد بلافاصله، مثلا که این رو تحت شعاع قرار بده. خب آقای روحانی، من اینجوری تعبیر میکنم که از دم دست یا از کنار زانوهای آقای خامنه‌ای آمده شده رئیس جمهور، یه شخصیت به شدت اطلاعاتی و امنیتی،
ذلیل سپاه، ذلیل اطلاعات، ذلیل رهبری و ذلیل مراجع و هیچ اختیاری از خودش نداره. و بعد دیدید همین رفراندومی که ایشون مورد نظرشی که در چارچوب نظام باید برگزار بشه که فرسنگ ها با رفراندوم مورد نظر ما تفاوت داره، چه هیاهویی در گرفت. روزنامه کیهانچی ها نوشت بفرمایید رفراندوم، و بعد اینور علم الهدا و امام جمعه ها و چه هیجانی از خودشون بروز دادن. علم الهدا که میگفت مردمی که در 22 بهمن این همه عکس رهبر رو بالا گرفتن، چرا شما حرف از رفراندوم میزنید؟ در صورتی که رفراندوم مورد نظر آقای روحانی این بوده که چند تا اصلاحیه بزنیم به برخی از قوانین، و من این رو در چارچوب نظام که نه یک کلمه کم نه یک کلمه بیش جمهوری اسلامی حالا مثلا به رفراندوم بگذاریم. و حالا که رفراندوم مورد نظر ما جارو کردن جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی آری یا نه، ما میگیم مگر نه اینکه حضرات امام جمعه ها و آیت الله ها و سپاه و دولت و بیت رهبری میگن آقا ما، یعنی جمهوری اسلامی در دل مردم جایی دارد، میگیم آقا ما اعتماد میکنیم به حرف شما، بیایم این رو بگذاریم به رفراندوم، به همه پرسی، ببینیم شما چقدر طرفدار دارید. ما که مطمئنیم 80% مردم سر به تن این نظام نمیخوان، و شما با همون 10% 20% به ایران خاری سر فرو بردید. منتها دو تا عکس العمل در مورد این به اصطلاح بیانیه‌ای که ما صادر کردیم روی داد. یکی از جانب اصلاح اپوزیسیون خارج از کشور و برخی از دوستان از داخل که اصرار میکردن که این یه طرح و نقشه ای از داخل خود نظام، چرا که اول باید براندازی صورت بگیره و بعدن رفراندوم انجام بشه. خب میگیم آقا بفرمایید براندازی کنید. با چه شیوه ای شما میخواهید براندازی بکنید؟ با اسلحه؟ با خشونت؟ ما کمترین خسارت رو در این مسیر دیدیم که با رفراندوم و با اجتماع مردم، با آگاهانیدن مردم، با تجمع مردم در اطراف این خواست بزرگ و ملی میتونیم گامهای بعدی رو برداریم. بعدها میتونیم مردم رو به اعتصاب بزرگ و ملی دعوت کنیم. فردا روز رأی‌گیری خواهد شد، جمعیت فراوانی رو فرا بخوانیم که رأی ندن. خب در یک چنین بستری ناگزیر یک حکومت تن در خواهد داد به خواست بزرگ و ملی، نمیتونه جلوی چشم دنیا این همه مخالف رو ببینه و مثل قرنهای گذشته اصرار بر مقبولیت خودش داشته باشه، و حتما تن خواهد سپرد به یک خواست بزرگ ملی. وقتی از تمام حنجره ها این سخن فریاد کشیده بشه که ما خواهان همه پرسی هستیم، جمهوری اسلامی آری یا نه، این حکومت کاری نمیتونه بکنه. اما دیدم که اصلاح طلبان هم وحشت زده شدن و اونها نگرانند رفراندومی که ما مطرح کردیم عبور از جمهوری اسلامی است. من دیدم بعضی از اینها دیگه نتونستن سکوت بکنن، مثل آقای سعید حجاریان که آمده بود مسخره کرده بود پیشنهاد رفراندوم ما رو، که این بیانیه ها خاک خواهد خورد و به تاریخ خواهد پیوست. نه خیر، نگرانی شما در اینه که در فاجعه های این نظام نقش دارید و نمیتونید روزی رو مجسم کنید که این نظام نیست و شماها باید پاسخگو باشید. من واقعا یکی از بزرگترین موانع رو در جهت رهایی مردم از شر جمهوری اسلامی همین اصلاح طلبان میدونم. فردا روز رأی‌گیری خواهد شد، ببینید اینها میان وسط و چه هیاهویی در میدن و مردم رو ترغیب میکنن به رأی دادن و یک شکاف بزرگ در میان مردم میاندازن با وعده ها و وعید ها و اینکه بالاخره
با آدم هایی مثل روحانی ملاقات میتونیم یه فضای تنفسکی برای این مردم فراهم کنیم. ما ناچاریم به سمت جمهوری اسلامی آری یا نه خیز برداریم. اگرچه بخزیم، ما راه درازی در پیش داریم و من با درد میگم بزرگترین مانع در جهت رهایی مردم از شر جمهوری اسلامی همین اصلاح طلبا هستند که بقای خودشون رو در بقای جمهوری اسلامی میدانن. درود بر شما عزیزانم، بدرود تا زمانی دیگر.